خوشا به حالت خواهرم که قلب پهن پذیر داری و امر به معروف را لبیک گفتی، چه زیبا حجاب بر سر کرده ای و برای رضای خالقت راضی شده ای. جنت نصیبت ای خواهرم. بدا به حالت ای تو که قلبت با هوا و هوس مکدر کرده ای، پند هم نمی پذیری و بر آیات قرآن خورده می گیری و می تازی و از شر و فتنه دین ستیزیت دیگران را نیز در شر و دین ستیزی دعوت کرده ای. چه زیبا گفت سلف و صالح. بعد حجابی زن دلیلی خشم الله بر اوست، زیر آنگاه که الله بر آدم و هوا خشم گرفت، لباسهایشان را برکند و عورتشان را بدانها نمایان. مصیبت این نیست که سقف بر تو فرود آید، زمین زیر پایت بلرزد و سیلاب خانه ات را ویران کند، بلکه بدترین مصیبت مصیبت دین و ایمان است. بله عزیزان، آنی که پند نمی پذیرد بر قرآن و سنت می تازد و دین را به استهزا گرفته، در حقیقت خشم الهی را از آن خود کرده است و این بزرگترین مصیبتی است که بر ایمان فرد وارد می شود.